کار و نجاری و کار و شغل و این گپا را یاد بگیرند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که نامنیها و افزایش معتادان ارتباط مستقیم با کشت و قاچاق مواد مخدر دارد. این در حالی است که بنابر اظهارات مقام ها در این معینیت بیش از 90% مواد مخدر تولید شده در افغانستان در خارج از کشور به مصرف میرسد. حال نگاهی میاندازیم به جدول نرخ مبادله پول افغانی در بازار کابل و پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان. یک دلار امریکایی خرید 45 افغانی و 25 پول، فروش 45 افغانی و 35 پول. یک پوند انگلیسی خرید 70 افغانی، فروش 70 افغانی و 10 پول. یک یورو خرید 59 افغانی و 50 پول، فروش 59 افغانی و 60 پول. یک درهم امارات خرید 12 افغانی و 30 پول، فروش 12 افغانی و 40 پول. یک ریال سعودی خرید 12 افغانی، فروش 12 افغانی و 10 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 42 افغانی، فروش 42 افغانی و 10 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1030 افغانی، فروش 1040 افغانی. و 1000 روپیه پاکستانی خرید 528 افغانی، فروش 529 افغانی. و حال هم فاطمه احمدی با ماست. تشکر شکیرا. با سلام، خبرهای خارجی را با ادامه تحریم ها در ایران آغاز می کنم. نام شماری از شرکت های دولتی دیگر ایران از جمله شرکت نفت و گاز پارس به فهرست تحریمی آمریکا اضافه شد. دولت آمریکا دلیل خود برای این تصمیم را که روز سه‌شنبه اعلام کرد، کمک این شرکت ها به برنامه اتمی و موشکی ایران خوانده است. شرکت بیمه معلم، بانک‌های انصار و مهر، بنیاد تعاون سپاه و شرکت لاینر ترانسپورت کیش دیگر شرکت‌هایی است که شامل فهرست تحریم‌های تازه آمریکا شده است. بر اساس تصمیم تازه، دارایی‌های این شرکت‌ها در آمریکا ضبط می‌شود و معامله شهروندان آمریکایی نیز با آنها ممنوع است. آمریکا هدف از اعمال تحریم‌های تازه بر ایران را محدود کردن تأمین مالی سپاه پاسداران و خطوط کشتیرانی این کشور خوانده است. منابعی که گفته می شود با برنامه اتمی این کشور در ارتباط است. مقام های آمریکایی گفتند که خطوط کشتیرانی ایران از شیوه های مختلف مانند جعل اسناد کشتیرانی، تغییر نام مالکان کشتی ها و رنگ کردن آنها برای مخفی نگه داشتن فعالیت های خود استفاده می کنند. ایالات متحده ادعا دارد که خطوط کشتیرانی ایران با حمل محموله‌های کانتینری مواد مورد ضرورت برنامه هسته‌ای این کشور را تأمین می‌کند. اما ایران همواره این اتهامات را رد کرده و گفته است که برنامه اتمیش صلح‌آمیز است و خطوط کشتیرانیش حامل محصولات نفتی است. فهرست تازه انتشار یافته شامل شرکت‌های نفت و گاز پارس، بیمه معلم، بانک‌های انصار و مهر و بنیاد تعاون سپاه می‌شود. شرکت نفت و گاز پارس بخش از شرکت ملی نفت ایران است و ماموریت توسعه میدانهای گازی پارس جنوبی و میدان گازی پارس شمالی را به عهده دارد. پارس شمالی و جنوبی از جمله بزرگترین میدانهای گازی جهان توصیف می شود. ایران به دلیل خروج بسیار از شرکتهای خارجی از صنعت نفت و گاز ایران زیر فشار تحریم ها مجبور شده آنها را به شرکتهای داخلی بسپارد. شرکت هایی که به تازگی در فهرست تحریم های یک جانبه آمریکا قرار گرفتند. یخبندان شدید در قاره اروپا موجب اختلال در پروازهای خطوط هوایی در سراسر این قاره شد. از 4 روز پیش تا کنون هزاران مسافر در میدانهای هوایی اروپا سرگردان شدند. اکنون این نابسامانی ها با انتقاد شدید مقام های حمل و نقل اتحادیه اروپا روبرو شده است.
اما شورای بین المللی میدانهای هوایی اروپا این انتقادها را رد کرده و گفته است که 90% پروازها انجام شدند. 4 روز است که بارش برف شدید و سرما هزاران مسافر را در میدانهای هوایی غرب اروپا سرگردان کرده است. در آستانه عید میلاد مسیح و سال نو میلادی بسیار از فرودگاه‌های اروپا دچار مشکل شدند. تمامی نارسایی‌ها و اختلال در پرواز خطوط هواپیمایی غرب اروپا با انتقاد مقام‌های حمل و نقل این اتحادیه روبرو شده است. سیمکولاس، کمیشر حمل و نقل اروپا، از میدان‌های هوایی با عنوان نقطه ضعف زیرساخت‌های اتحادیه اروپا نام برده است. او همچنین از میدان‌های هوایی کشورهای غرب اروپا خواست که از کشورهای شمال این قاره بیاموزند. شورای بین المللی میدان‌های هوایی اروپا سخنان آقای کولاس را رد کرده و اعلام کرده که 90% از پروازهای مسافربری از میدان‌های هوایی عضو انجام شده است. این شورا گفته است که مختل شدن فعالیت میدان‌های هوایی شمال اروپا به دلیل پایداری دمای زیر صفر درجه مناطق است. طبق گزارش‌های دریافتی ما این را می‌دانیم که باید درباره برنامه‌هایی که در مورد وضعیت پیش آمده داریم بسیار جدی بود، اما وضعیتی که ما شاهد آن هستیم نباید یک وضعیت استثنایی برای اروپا بدانیم. شورای بین المللی میدان‌های هوایی اروپا همچنین تأکید کرده که در غرب اروپا به دلیل نوسان دمای هوا شرایط باند میدان‌های هوایی متغیر بوده است. بر اساس گزارش‌ها در روز گذشته 614 پرواز از میدان هوایی لندن انجام شده و 752 پرواز نیز لغو شده است. مسئولان میدان هوایی هیتروی لندن امیدوارند 2/3 پروازهای برنامه ریزی شده در روز چهارشنبه انجام شود. در ادامه ادریس جویا را همراهی کنید. تشکر از شما. سلام، به این بخش خبری نیز خوش آمدید. یونایتد صادق از صد حبیبیانا گذشت. در ادامه هفته پنجم رقابت‌های فوتبال دست اول شهر کابل عصر امروز یک دیدار انجام شد که تیم یونایتد صادق با حساب 2-1 حبیبیانا را شکست داد. این رقابت‌ها فردا نیز با دیدار بین تیم‌های اردو و انصاری پیگیری خواهد شد. در پایان چهارمین دور این مسابقات که میانه 11 تیم از کابل راه اندازی شده است، دو تیم برتر موفق به کسب جواز حضور در رقابت‌های لیگ برتر شهر کابل می‌شوند. در جدول رده‌بندی این رقابت‌ها تیم یونایتد صادق با 14 امتیاز در مکان نخست قرار دارد، جوانان کابل با 9 امتیاز دوم است و تیم صلح با 8 امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است. بارسلونا و والنسیا در خانه خود متوقف شدند. در اولین شب از دور رفت مرحله پنجم جام حذفی اسپانیا شب گذشته دو تیم بارسلونا و والنسیا برابر حریفان به نتیجه تساوی رضایت دادند. شب گذشته تیم بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ به تساوی بدون گل برابر اتلتیک بیلبائو تن به رضایت داد. در دیگر بازی مهم این شب والنسیا در مستایا پذیرای ویارئال بود و در نهایت این بازی هم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. جدال دو تیم کوردوبا و دیپورتیو لاکرونیا نیز با تساوی 1-1 خاتمه یافت. در ادامه این رقابت‌ها امشب رئال مادرید در برنابا میزبان لوانتا و اتلتیکو مادرید پذیرای اسپانیول است. هوفنهایم و شالکه صعود کردند. در ادامه رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های آلمان شب گذشته دو دیدار از دور سوم این پیکارها انجام شد که هوفنهایم و شالکه برابر حریفان به برتری رسیدند و به مرحله 1/4 نهایی راه یافتند. شب گذشته تیم هوفنهایم برابر بروسیا مونشنگلادباخ سفرایی کرد و در پایان با حساب 2-0 از سد این تیم گذشت. تیم شالکه نیز در حالی که در زمین آگزبورگ مهمان بود با تک گل جفرسون در دقیقه 84 به برتری دست پیدا کرد. همچنین دیدار بین گوبلنز و کایزرسلاترن به علت شرایط نامساعد جوی برگزار نشد. این رقابت‌ها فردا نیز با دیدار بین تیم‌های کیکرز اوفنباخ و نورنبرگ پیگیری خواهد شد.
گالکسی به بکام اجازه جدایی نداد. دیوید بکام که در آخرین فصل حضورش در گالکسی به سر می‌برد